این دوستان چون توی روغن بوده راحت سیماش بیرون میاد، پس نیاز نیست با قلم بگیریم، مگر کفکشایی که با روغن قاطی کنن و کلاف هاشون توی موتور بمونه. دوستان اون سر رو قیچی کردیم، این سر رو به این شکل راحت میاریم بیرون، ته کار رو میتابونیم و به این شکل میچنیم. پیچک بزرگ، پیچک کوچک. ببینید دوستان دوباره بعدی رو ببینید طوری بکشید بیرون که یه زمانی از اون کلاف سیمی به این کلاف وارد نشه. به این شکل ما یکی از دسته ها رو بیرون کشیدیم، پس این یه دسته رو فقط میتابونه میذاریم کنار. یکی از دسته ها رو به صورت کامل بشمارید بچه ها کفایت میکنه. ببینید دوستان گام اصلی رو اگر نتونستید موقعی که سیمپیچ فرعیتون هست بردارید، میتونید سیمپیچ فرعی رو مثلا قیچی کنید بیرون بکشید و بعد شروع کنید به گام گرفتن. اینجا رو دقت کنید، ما میایم از پیچک کوچک دوستان میشماریم. بذارید من دستکشم رو در بیارم که بتونم با یه خودکار به شما نشون بدم. دقت کنید دوستان، هر جایی که شما میخواید گام بردارید میایید از کوچکترین پیچک گام رو برمیدارید توی متعدل مرکز. الان اینجا رو دقت کنید، 1 2 3 4 5 6، پس گام میشه 1 به 6، تعداد پیچک 1 2 3 4، تعداد پیچک 1 2 3 4، گام 1 2 3 4 5 6، تعداد کلاف 1 2، دو تا کلاف هستی بیشتر که نداریم، روبروی هم اتصالشون شد سر به سر دوستان. خب این از اطلاعات موتور. سیمپیچ اصلی هم به همین شکل قیچی میکنیم و بیرون میکشیم و به ترتیب از بزرگ به کوچیک قرار میدیم و شروع میکنیم به شمارش. توی موتورهای تکفاز دوستان یک دسته از کلاف ها رو تمام پیچک ها رو شما باید بشمارید. دوستان ببینید آیق ها رو که بیرون کشید، توی روغن اصلی آب نبود، ولی آیق ها رو که بیرون کشیدیم رگه های آب روی آیق ها، یعنی 100% مکانیک این پمپ باید باز بشه، کاسنمت، فیبرو فنر و اگر روتور نیاز به جوش و تراش داشته باشه باید بدیم جوش تراش کنه روتور. بیشه قایقا رو بچه ها بیرون میکشید و حتما کار رو با بنزین شستشو میدید دوستان، حتما با بنزین این کار رو شستشو میدید. یه بنزین داخل یه جامعه میریزید و میبرید یه جایی نزدیک یه جدول، جایی شروع کنید به شستشو دادن. Hello.